به نام خدا و با سلام و صلوات بر حضرت پیامبر مهربانی ها محمد مصطفی و خاندان پاک و مکرم ایشان. خوش آمدید به خبرهای 17 حوت، 17 جمادی الاول و 8 مارچ سال 2015 میلادی. در ابتدا سرخط خبرها. تجلیل از 8 مارچ روز جهانی همبستگی زنان. آغاز به کار مجدد شورای ولایتی هرات. ورود 7000 داعشی از سوریه به عراق و راهپیمایی 10000 تن در پایتخت اسرائیل بر ضد سیاست‌های نخست وزیر این کشور. بینندگان عزیز، درود بر شما. در نخست، روز جهانی همبستگی زنان را به همه زنان جهان به ویژه زنان ستم دیده میهنم شاد باش میگویم. خوش آمدید به مشروع خبرها و من محمد مجید موحد هستم. از 8 مارچ روز جهانی همبستگی زنان در هرات با حضور مقامهای حکومتی، فعالان زن و شماری از باشندگان هرات تجلیل به عمل آمد. در همین حال زنان اشتراک کننده در این محفل خواهان نقش بیشتر زنان در عرصه های حکومتی و اجتماعی هستند. امروز 8 مارچ روز جهانی همبستگی زنان است. در ارتباط به بزرگداشت از این روز، محفلی در سالن مولانا جلال الدین محمد بلخی در هرات برگزار گردید. در این محفل بانوان اشتراک کننده و نهادهای امور زنان برای پررنگسازی نقش زنان در عرصه های متفاوت از جمله حکومتداری، عرصه های اقتصادی و اجتماع راهکارهایشان را ارائه نمودند. رئیس امور زنان با اشاره به نقش و حضور زنان در اجتماع گفت که آنها راهکارهایشان را با در نظر داشته ظرفیت ها و توانمندی های زنان بیان نمودند، تا از این پس زنان بتوانند در صحنه های تصمیم گیری و حکومت داری نقش بارزی داشته باشند. وی از حکومت وحدت ملی خواست که فرصت های شغلی را برای زنان مهیا نمایند، تا از این پس زنان بتوانند در رهبری در سطح ولایات و ولسوالی ها سهم داشته باشند. از ظرفیت ها و توانمندی های لازمه استفاده بهتر بشه، زنان در پست های کلیدی و در سطوح تصمیم گیری بتوانن جای به جای بشن. امروز زنان هرات صدا خود کشیدن و می خواهند که راهکارها به حکومت وحدت ملی تقدیم بکنم، تا با در نظر داشته توانمندی ها و شایستگی هایی که در سطح ولایت هرات داریم گزینش های صورت بگیرد. در همین حال شماری از اشتراک کنندگان در این محفل میگویند که تاکنون حضور زنان در پست‌های رهبری و در رأس ادارات دولتی بسیار کمرنگ بوده است. این بانوان از حکومت میخواهند تا حضور زنان در حکومت و اجتماع به گونه نمادین نباشد، بل باید این حضور پررنگتر نیز شود. آنها از حکومت وحدت ملی میخواهند تا به وعده‌هایشان مبنی بر حضور زنان در کابینه و حکومت عمل نمایند، تا زنان بتوانند توانایی‌هایشان را انعکاس دهند. در حدود 100 خانم متخصص داریم، ولی هیچ کدام از بستای بخش صحت در کار نمی‌کنند. ما یا استادانی داریم که متأسفانه هیچ کدام اینا رئیس معارف نیست. ما آرزو داریم که دولت در عرصه‌های مختلف از جمله در قسمت حکومتداری خوب نقش زنان ارزنده و بارز بتونه به امو برای زندگی که دادن جایگاه از اونا بیشتر و وسیع‌تر و همه جانبه‌تر باشه. از سوی دیگر اصیل الدین جامی سرپرست ولایت هرات با تایید این مطلب که خشونت در تمام سطح افغانستان وجود دارد بیان داشت که در هرات خشونت علیه زنان افزایش نیافته است. وی با تقدیر از روند رو به رشد زنان در عرصه های متفاوت وعده سپرد که از این پس حضور و نقش زنان در حکومت نیز بیشتر خواهد شد. واقعیت خشونت علیه زنان در هرات افزایش نیافته و مو حالت قبلی قرار داره. در کل در کشور متاسفانه ما گاگای شاهد خشونت ها هستیم. در کل در کشور عزیزم افغانستان، از ولایات که شما خبرها و اطلاعات میرسه متاسفانه خبر خشونت هست. انشالله بتانیم سهم خواهرای ما در ادارات در بخشای مختلف دولتی و غیر دولتی انشالله بیشتر بسازیم. از روز جهانی همبستگی زنان در سراسر دنیا در حال بزرگداشت به عمل می آید که تا کنون روند خشونت ها در برابر زنان ادامه دارد.
و تعداد زیادی از زنان در مرکز شهرها و روستاها همساله مورد خشونت‌های خانوادگی و اجتماع قرار می‌گیرند. تصویب قانون منع خشونت در برابر زنان، آگاهی دهی به زنان از حقوقشان و مجازات عاملان خشونت‌ها از عمده‌ترین خواسته‌های زنان برای کاهش خشونت‌ها در برابر این قشر دانسته می‌شود. بعد از یک وقفه 38 روزه پس از چاشت امروز دروازه شورای ولایتی هرات دوباره باز شد و اعضای این شورا باری دیگر فعالیت خود را آغاز کردند. کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات به شبکه استقلال گفت آنان این تصمیم را پس از فرمان رئیس جمهور غنی مبنی بر بازگشت دوباره صلاحیت نظارت شوراهای ولایتی گرفتند. اعضای شورای ولایتی هرات باری دیگر دور این میزگرد آمدند و پس از وقفه 38 روزه دوباره کار خود را در این شورا آغاز کردند. بیش از یک ماه پیش اعضای شورای ولایتی هرات در اعتراض به سلب قانون نظارت از شوراهای ولایتی از سوی مجلس نمایندگان در به این شورا را بستند و تأکید کردند تا بازگشت دوباره صلاحیت نظارت برای شوراهای ولایتی حاضر نیستند به کار خود ادامه دهند. اما اکنون رئیس شورای ولایتی هرات میگوید صلاحیت نظارت دوباره بر اساس حکم رئیس جمهور به شوراهای ولایتی داده شده و به همین دلیل در به این شورا برای مردم دوباره باز شده است. فرمان رئیس جمهور داده شده که نظارت حق شورای ولایتی است و از همین تاریخ میتونه که نظارت داشته باشه و حدود 38 روز میشه که دروازه شورای ولایتی بسته شده و امروز رسما دروازه های شورای ولایتی طوری که ما در جریان هستیم در تمام ولایت ها دروازه های شورای ولایتی باز خواهد شد. رئیس جمهور غنی در فرمان شماره 867 خود به اداره مستقل ارگان های محلی دستور داده تا بر اساس قانون صلاحیت شوراهای ولایتی که در جریده رسمی کشور منتشر شده صلاحیت نظارت را به شوراهای ولایتی اعمال کند. اعضای شورای ولایتی هرات هم از فرمان تازه رئیس جمهور غنی استقبال کرده و میگویند شوراهای ولایتی با داشتن صلاحیت نظارت می توانند به گونه مناسب فعالیت خود را ادامه دهند. از انشالله از امروز دوباره شوراهای ولایتی به شوراهای ولایتی در سرتاسر افغانستان به فعالیت خیش آغاز نمودند و مردم می توانند با مراجعه به شورای ولایتی مشکلات خود را انشالله حل نمایند. بلند که ما به شورای ولایتی شما به جریان که آمادیم نظر به حکم رئیس جمهور و از امروز شورا را افتتاح کردیم انشالله در از فردا شروع به کار کنیم. امر تقنینی جناب رئیس جمهور خب مسلماً به عنوان یک قانون مطرح میشه و اساس از او نماینده های شورای ولایتی و شورای ولایتی میتونن به راحتی پس کار نظارت خور ادامه بدن و این یک دستاورد بسیار مفیدی و موثری بود و این حق نماینده های شورای ولایتی بود. کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات میگوید رئیس جمهور غنی به رؤسای شوراهای ولایتی وعده سپرده است تا از صلاحیت نظارتشان دفاع کند. او تاکید میکند در صورتی که دوباره صلاحیت نظارت از شوراهای ولایتی گرفته شود آنان یک بار دیگر دست به اعتراض میزنند. قول که جناب رئیس جمهور زفر شخصا با خود گفتن و خودم با او صحبت کردم او خود باید بدونه که چه رقمی مشکل باید حل کنه. گفتن اگر باز هم پارلمان موافقت نکردم ما با شما موافق هستیم. اون به هر حال صحبت هایی دارن، یک موضوع یک تصمیمی که گرفتن بسیار باجله بوده، رو از او کار میشه، رو از او صحبت میشه. مطمئنا قولی که جناب رئیس جمهور داده حتما خودی در توان قدرت خود میبینه که مشکل میتونه، مگر هم چه قولی نمیده. نزدیک دو ماه پیش از این مجلس نمایندگان کشور در مصوبه صلاحیت نظارت را از شوراهای ولایتی سلب نمود، اما این اقدام مجلس نمایندگان با اعتراض تند اعضای شوراهای ولایتی در بیشتر ولایت ها همراه شد و در شماری از ولایت ها نمایندگان مردم درب شوراهای ولایتی را مسدود کردند. حوالی ساعت 3:30 دقیقه پس از چاشت امروز یک بمب چسبکی در مقابل ساختمان ولایت هرات منفجر شد. پس از انفجار این بمب نیروهای امنیتی به محل حادثه آمده و جاده مقابل ساختمان ولایت را مسدود کردند. عبدالرؤوف احمدی سخنگوی پلیس هرات که در محل انفجار حاضر شده بود به شبکه استقلال گفت این بمب چسبکی به موتر سارنوال سبقت الله یکی از سارنوالان اداره سارنوالی هرات نصب شده بود و هنگامی که او سوار بر موتر خود شده و میخواست به سمت منزلش حرکت کنند بمب منفجر شده است. احمدی تاکید کرد این انفجار هیچ گونه تلفات جانی در پی نداشته و تنها موتر سارنوال سبقت الله تخریب شده است.
اما به خود او هیچ آسیبی نرسیده است. چندی پیش از این نیز در اثر انفجار یک بمب چسبکی در نزدیکی چهار راهی مصوفیت هرات یک تن از سربازان ارتش ملی زخم برداشت. اما سوء قصد به جان سارنوال‌ها در ولایت هرات کم پیشینه بوده است. متاسفانه ساعت 3:30 بعد از ظهر هنگامی که یک تن از سارنوالان محترم ولایت هرات به طرف خانه می رفتند، در پارکینگی که موتر از اینا بیرون از محوطه ولایت پارک بوده، یک ماین چسبکی انفجار کرد که خوشبختانه تلفات مالی و جانی در پی نداشت. ماین چسبکی بوده که امروز احتمالاً کارگزاری شده بود. خوشبختانه که کدام حادثه و یا خسارات جانی و مالی در پی نداشت، فقط موتر پیش روی از اینا کم تخریب شد. رسانه‌های پاکستانی خبر دادند که در پروسه جاری صلح افغانستان، حاکمیت بر 3 ولایت و 30% وزرای کابینه به طالبان پیشنهاد می شود. به گزارش خبرگزاری پژواک، یک رسانه پاکستانی موسوم به اکسپرس، امروز خبر داده که کار بر تفاهم نامه مذاکرات صلح میان طالبان مسلح و حکومت افغانستان جریان دارد. این رسانه به نقل از منابع خود نوشته است که بر اساس این توافق نامه 3 ولایت مناطق جنوبی و شرقی و 30% وزرای کابینه به طالبان پیشنهاد شده می تواند. منبع افزوده است که تماس های ابتدایی حکومت و طالبان نیز در مورد پروسه صلح با وساطت حکومت های پاکستان و چین برقرار شده است. در گزارش آمده است که هیئت های حکومت افغانستان و طالبان سفرهایی به قطر و اسلام آباد نیز انجام دادند. این در حالی است که رسانه مذکور چند روز قبل خبر داده بود که یک هیئت دفتر طالبان در قطر به رهبری قاری دین محمد، یکی از اعضای این دفتر، سفرهای متعدد به اسلام آباد را انجام داده است. طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. امروز انتخابات هیئت اداری مجلس نمایندگان برگزار گردید. در انتخابات امروز مجلس، حاجی ظاهر قدیر به عنوان معاون اول و عرفان الله عرفان به عنوان نائب منشی انتخاب گردیدند. اما رقابت بر سر احراز معاونیت دوم و منشی مجلس بدون برنده پایان یافت و فردا مجدداً انتخابات آن برگزار می شود. در انتخابات درونی امروز مجلس نمایندگان، حاجی ظاهر قدیر به عنوان معاون اول مجلس نمایندگان انتخاب شد. در انتخابات هیئت اداری مجلس نمایندگان، دو نماینده خود را برای معاونیت اول، دو نماینده خود را برای احراز معاونیت دوم و 4 تن دیگر خودشان را برای احراز منشی مجلس نامزد کرده بودند که تنها حاجی ظاهر قدیر توانست پست معاونیت اول مجلس را از آن خود کند. در پست معاونیت اول مجلس، حاجی ظاهر قدیر و صدیق احمد عثمانی خود را نامزد کرده بودند که در نهایت آقای قدیر با به دست آوردن 118 رأی تایید توانست به این سمت دست یابد. صدیق احمد عثمانی نایب اول پیشین مجلس نمایندگان با به دست آوردن 60 رأی تایید به این سمت راه پیدا نکرد. در پست معاونیت دوم نیز سید علی کاظمی و سالم محمد سلجوقی نامزد شده بودند که هیچ کدام نتوانستند کرسی معاون دوم مجلس را از آن خود کنند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس مجلس گفت هیچ یکی از نامزدان معاونیت دوم نتوانستند اکثریت آرای نمایندگان حاضر در مجلس را به دست بیاورند. بنابر این دو نامزد بر اساس اصول وظایف داخلی از روند انتخابات خارج می شوند و به جای آنان چهره های جدید در انتخابات بعدی نامزد خواهند شد. در پست منشی مجلس هم سید اکرام عبدالرؤوف انعامی، عبدالقادر قلاتوال و هیله ارشاد نتوانستند آرای لازم برای کسب این سمت را به دست آورند. در انتخابات فردا سید اکرام و عبدالرؤوف انعامی که بیشترین آرا را در انتخابات امروز به دست آورده بودند، بر سر احراز پست منشی مجلس با هم رقابت خواهند کرد. در ابتدای جلسه امروز، عرفان الله عرفان در یک رأی‌گیری علنی با عنوان نایب منشی انتخاب شد. انتخابات مجلس برای انتخاب منشی و معاونیت دوم برای بار دوم فردا برگزار خواهد شد. این در حالی است که روز گذشته رئیس جمهور غنی گفت که تا پایان انتخابات هیئت اداری مجلس وزرای باقی مانده را برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی خواهند کرد. خبرهای کوتاه داخلی را همکارم علیزاده تقدیمتان می کند. همزمان با 8 مارچ روز جهانی همبستگی زنان، یک نمایشگاه آثار دستی بانوان در تالار مولانا جلال الدین محمد بلخی هرات گشایش یافت.
این نمایشگاه دارای 52 غرفه می باشد و در آن آثار دستی و هنری بانوان هرات به نمایش گذاشته شده است. مرضیه حیدری یک تن از اشتراک کنندگان این نمایشگاه می گوید روز جهانی همبستگی زنان فرصت مناسبی است برای اینکه بانوان بتوانند توانمندی های خود را به نمایش بگذارند. نمایشگاه صنایع دستی بانوان طی روزهای آینده بر روی عموم بازدید کنندگان باز است. یک تن به اتهام تولید و فروش مشروبات الکلی بازداشت شد. این فرد که باشنده اصلی کابل و فعلی ناحیه ششم ولایت هرات می باشد، در حین ساخت مشروبات الکلی از سوی کارمندان آمریت کنترل منطقوی ریاست مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی پلیس هرات بازداشت شد. از منزل این فرد 11 بشکه مواد تخمیر شده، 2 دیگه بخار و 1 بوجی کشمش به دست آمده است. در یک خبر دیگر، یک تن به اتهام دزدی وسایل مردم از سوی این پرسنل بازداشت شده است. از نزد این فرد یک اراده موتر نوع صرف به دست آمده است. در حال حاضر تحقیقات از نزد این فرد جریان دارد. از اولین سالگرد رحلت مارشال قسیم فهیم معاون فقید در ریاست جمهوری افغانستان طی 2 محفلی با حضور شمار زیادی از پرسنل فرماندهی پلیس امن و نظم عامه بزرگداشت به عمل آمد. در این مراسم ها مل پاسوال سید باقر مرتضوی فرماندهی پلیس لوای امن و نظم عامه ضمن اشاره به تلاش ها و زحمات مارشال فقید در کشور در دوران جهاد و مقاومت بر حق مردم این کشور علیه رژیم سابق، پیروزی در برابر حکومت طالبان و تشکیل حکومت نوین تقدیر نموده و ارزشمند دانست و افزود دولت کنونی محصولی از تلاش ها و زحمات وی و دیگر مجاهدین افغانستان می باشد. مردان مسلح شب گذشته در کابل به یک خانقاه حمله نمودند. این رویداد حدود ساعت 6 شام روز گذشته در منطقه کمپنی مربوط ناحیه 5 شهر کابل در یک خانقاه رخ داد. در این رویداد شماری از افراد مجهز با تفنگچه‌های خفه‌کن بالای نمازگزاران حمله نمودند و 6 تن را کشته و 5 تن دیگرشان را زخمی نمودند. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که تاکنون 5 نفر مشکوک در پیوند به این رویداد بازداشت شده و بررسی‌های بیشتر در این مورد جریان دارد. این در حالی است که طی ماه‌های اخیر وضعیت امنیتی به گونه قابل ملاحظه‌ای در پایتخت بهبود یافته بود. در پی چندین عملیات مشترک پاکسازی نیروهای امنیتی کشور در 24 ساعت گذشته 8 هراس افغان کشته شدند. وزارت امور داخلی افغانستان با نشر خبرنامه‌ای گفته است که این عملیات ها در مربوطات ولایت‌های ننگرهار، لغمان، تخار، قندوز، سرپل، جوزجان، قندهار، زابل، اروزگان، هرات، فرا و هلمند به همکاری نیروهای ارتش ملی و امنیت ملی را اندازی گردیده بود. در خبرنامه آمده که در جریان این عملیات 8 هراس افغان کشته، 2 هراس افغان زخم برداشته و 4 هراس افغان دیگر توسط نیروهای امنیتی کشور بازداشت شدند. در پی درگیری میان زندانیان و مسئولان زندان در ولایت جوزجان تا کنون 1 زندانی و 2 مامور زندان کشته و 10 زندانی و 1 مامور زندان زخم برداشتند. فقیر محمد جوزجانی فرمانده پلیس جوزجان گفت که از پایتخت به آنها دستور داده شده بود که به خاطر اطلاعات مبنی بر داخل شدن اجناس غیرقانونی چون چاقو به بخش زندانیان سرپل باید زندانیان بازرسی شوند. اما او میگوید زندانیان که به آنها شایعاتی در مورد انتقالشان به زندان پلچرخی کابل رسیده بود به ماموران بازرس حمله کردند. برای پایان این آشوب و گفتگو با زندانیان، نمایندگان شورای ولایتی جوزجان به این زندان رفتند. در حال حاضر اجساد ماموران زندان و ماموران جنایی زخمی نیز نزد زندانیان است. اما فرمانده پلیس جوزجان میگوید که 5 مامور بازرس که در آغاز حمله زخمی شده بودند به شفاخانه انتقال یافته و وضعیت عمومیشان خوب است. به خبرهای خارجی از استقلال خوش آمدید.
پس از آغاز عملیات آزادسازی ولایت صلاح الدین عراق از داعش، گزارش‌های اطلاعاتی عراق نشان می‌دهد که گروه داعش 7000 نفر از عناصر خود را از سوریه خارج کرده و به عراق گسیل کرده است. سایت خبری اخبار العراق گزارش داد وزارت دفاع عراق که فعلاً با تروریست‌های داعش درگیر است، با انتشار بیانیه اعلام کرده است که جنگ‌های داعش در تکریت و الانبار و غرب بغداد از یک سو و جنگ در محور شمال با کردها از سوی دیگر، ابوبکر بغدادی سرکرده اصلی داعش را واداشت تا هزاران نفر از عناصر خود را از سوریه به عراق بکشاند. این گزارش ها تاکید می کند که بیش از 7000 تروریست وابسته به گروه داعش هفته گذشته از طریق صحرای نینوا و بیابان الانبار به عراق منتقل شدند. این در حالی است که بیشتر اعضای داعش از تبعه های عربی، آفریقایی و آسیایی هستند. به اساس این گزارش، این مسئله از فشار سنگینی حکایت دارد که نیروهای داعش در عراق آن را متحمل می شوند و این در حالی است که فرماندهان عراق نقشه هایی برای حمله به شهرهایی از جمله تکریت آماده کردند. گروه های سیاسی یمن که در صنعا پایتخت این کشور مستقر هستند با حوثی ها توافق نمودند که گفتگوهایی را در جهت برون رفت این کشور از بحران سیاسی به وجود آمده انجام دهند. همچنین امروز وزیر دفاع دولت مستعفی یمن که در محاصره نیروهای جنبش انصارالله قرار داشت از صنعا گریخت. گروه های سیاسی یمنی توافق کردند طی دو هفته به توافق نهایی برای حل بحران فعلی در کشور دست یابند. به گزارش شبکه المیادین، منابع یمنی اعلام کردند توافق گروه های سیاسی یمن شامل تعیین جدول زمانبندی شده برای گفتگو و موضوعات مطرح در آن و پایبندی به برنامه کاری در هر مرحله است. گروه های یمنی جلسه جدیدی از رایزنی ها را با نظارت جمال بن عمر فرستاده سازمان ملل به یمن و با حضور همه گروه ها برگزار کردند. شرکت کنندگان در این جلسه موضوع از بین بردن خلا در نهادهای ریاست جمهوری و تشکیل شورای ریاست جمهوری و اختیارات آن و نیز پیشنهادها و نقطه نظرهای ارائه شده از سوی کمیته کوچک تشکیل شده پس از گفتگوها را بررسی کردند. در این حال منابع یمنی در عدن نیز از وقوع درگیری‌های پراکنده در اطراف اردوگاه نیروهای ویژه میان نظامیان و شبه نظامیان وابسته به منصور الهادی رئیس جمهور مستعفی یمن خبر دادند. در این درگیری‌ها به دنبال مخالفت جنرال عبدالحافظ سقاف فرمانده نیروهای ویژه با تصمیم هادی برای برکناری وی روی داد. منابع سیاسی اعلام کردند هادی تهدید کرده است برای برکناری سقاف از سمتش به زور متوسل خواهد شد و شبه نظامیان خود را در اطراف کاخش و ساختمان تلویزیون و فرودگاه مستقر خواهد کرد. در خبر دیگر منابع یمنی اعلام کردند سرلشکر محمود سبیحی وزیر دفاع این کشور که در صنعا تحت محاصره حوثی ها بود توانست خود را به جای نامعلومی خارج از صنعا برساند. به گفته این منابع 6 تن از محافظان سرلشکر سبیحی در کمینی در منطقه تئز کشته شدند. گروه تروریستی بوکو حرام با انتشار فیلمی در اینترنت بیعت خود را با داعش اعلام کرد. این گروه تروریستی نیجریه در این فیلم که به زبان عربی است با ابوبکر بغدادی سرکرده داعش بیعت می کند. بوکو حرام از چندین سال قبل در شمال نیجریه در حال دست زدن به اقدامات تروریستی است و صدها تن را به قتل رسانده. فردی که گفته می شود ابوبکر شیکاو سرکرده بوکو حرام است در این فیلم به زبان عربی سخن می گوید و اظهاراتش به فرانسوی ترجمه می شود. درستی این فیلم از سوی مقامات رسمی نیجریه هنوز تایید نشده است. ده هزار اسرائیلی بر ضد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور دست به راهپیمایی زدند. راهپیمایی کنندگان که بیشترشان را اعضای احزاب مخالف نتانیاهو تشکیل می‌داد، سخنرانی اخیر نتانیاهو در کنگره آمریکا را نکوهش کردند و خواهان بازگشت وی به اسرائیل شدند. ده هزار نفر از شهروندان اسرائیلی شنبه شب در تل آویو علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور دست به تظاهرات زدند و خواهان تغییر او شدند. تظاهر کنندگان در این مراسم فریاد می زدند بی بی بخانه‌ات برگرد. بی بی نامی است که بنیامین نتانیاهو در اسرائیل با آن شناخته می شود.
این بزرگترین تظاهرات برگزار شده در کارزار انتخاباتی اخیر در پایتخت اسرائیل است که ده‌ها هزار اسرائیلی را در میدان رابین در تل آویو گرد آورد تا برای نخست وزیر این کشور پیغام تغییر بفرستند. 26 اوت یعنی 10 روز دیگر انتخابات پارلمانی در اسرائیل برگزار می شود و نظرسنجی ها نشان می دهند که برخلاف انتخابات سال 2013 میلادی بنیامین نتانیاهو این بار نامزد پیشتاز نیست. چهره کلیدی در تجمع مخالفان آقای نتانیاهو مئیر داگان رئیس پیشین موساد سازمان جاسوسی اسرائیل بود. آقای داگان در فاصله سالهای 2001 تا 2011 ریاست سازمان جاسوسی اسرائیل را بر عهده داشته و دوره فعالیتش در این سازمان با نخست وزیری آریل شارون، ایهود اولمرت و بنیامین نتانیاهو همزمان بوده است. او در سخنرانیش که با تشویق مخالفان نتانیاهو همراه بود گفت که اسرائیل دشمنانی دارد، اما من از آنها نمی ترسم. چیزی که مرا میترساند کسی است که اکنون رهبری اسرائیل را بر عهده دارد. بنیامین نتانیاهو هفته قبل برخلاف میل کاخ سفید و به دعوت رئیس کنگره آمریکا به واشنگتن سفر کرد تا در مورد نگرانی‌هایش از برنامه هسته‌ای ایران و احتمال توافق غرب و ایران صحبت کند. مخالفان بنیامین نتانیاهو در این تظاهرات پلاکارد هایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود که اسرائیل خواهان تغییر است. این تظاهرات را یک نهاد مردمی برگزار کرده که پیشتر چپگرا و میانه رو حامی آنها هستند. حال وضعیت آب و هوا و نرخ اسعار در بازار هرات. فردا دوشنبه آسمان کابل ابری، بالاترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 6. هرات آفتابی، بالاترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 2. مزار شریف نیمه ابری، بالاترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 6. قندهار ابری، بالاترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 6. جلال آباد ابری، بالاترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 5. غزنی آفتابی، بالاترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 10. و سرانجام بامیان ابری، بالاترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 7. یک دلار آمریکایی خرید 57 افغانی و 40 پول، فروش 57 افغانی و 50 پول. یک یورو واحد پول اروپا خرید 62 افغانی و 50 پول، فروش 63 افغانی. یک پوند انگلیسی خرید 87 افغانی و 80 پول، فروش 88 افغانی. 1000 تومان ایرانی خرید 16 افغانی و 90 پول، فروش 17 افغانی. 1000 کلر پاکستانی خرید 561 افغانی، فروش 562 افغانی. 1000 روپی هندی خرید 920 افغانی، فروش 930 افغانی. یک درهم امارات خرید 15 افغانی و 50 پول، فروش 15 افغانی و 60 پول. یک ریال سعودی خرید 15 افغانی و 10 پول، فروش 15 افغانی و 20 پول. در پایان عناوین اصلی را بازگو می کنم. تجلیل از 8 مارچ روز جهانی همبستگی زنان، آغاز به کار مجدد شورای ولایتی هرات، ورود 7000 داعشی از سوریه به عراق و راهپیمایی 10000 تن در پایتخت اسرائیل بر ضد سیاست‌های نخست وزیر این کشور. پایان بسته خبری. من و سایر همکارانم در تیم خبر اوقات خوشی برایتان آرزو می‌کنیم. تا درود دیگر، بدرود.